با درود و سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید. برنامه های تصویر پارسه رو دنبال کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. امروز در رابطه با صداهای ماندگار ایران صحبت می کنیم، صداهایی که ما همه از شنیدن صداشون در رادیو، تلویزیون و سینما و سریال ها و فیلم های سینمایی مختلف صحبت کردند و خاطرات خوبی برای همه ما داشته و خواهد داشت. به نام سرگذشت دوبله ایران که به صداهای ماندگار هم معروف شده. هنر دوبلاژ در سال 1309 هجری شمسی در فرانسه و بعد از اون در ایتالیا و انگلستان برای سخنگو کردن فیلم های صامت قدیمی شکل گرفت. 15 سال بعد از رواج این اختراع، یعنی دوبله فیلم ها به زبان هایی رو که گفتم، در کشور خودمون ایران هم نیز این امر پرداخته شد و بسیاری از هنرمندان قدیمی به کار دوبلاژ و دوبله فیلم های خارجی به فارسی شروع به کار کردند. در آن زمان جوانانی که استدیو ایران فیل که در سال 1325 تشکیل شده بود به خاطرشون هست و در جستجوی مکان مناسب برای استقرار جوانان علاقمند به دوبله برآمدند. بعد از اون در حقیقت دوبله ایران تا حد زیادی در استودیوهای ایتالیا شکل گرفته بود و با بیش از یک دهه فعالیت در کشور ایتالیا، گویندگان ایرانی به اوج شکوفایی خودشون رسیدند. اما این امر مانعی برای جذب نیروهای تازه در داخل ایران ایجاد نکرد و مانعی نشد و به همین دلیل استدیو سانترال به صورت یکی از قطعهای دوبله ایران یا دوبلاژ ایران درآمد. این استدیو توانست قبل از آنکه موج دوبله همه‌گیر بشه، کادر مجرب و منظمی از مدیران دوبلاژ، دوبلورها و تکنسین‌ها یا افراد فنی رو گرد هم جمع کنه. گویندگان بسیاری شروع کردند در استدیو سانترال مشغول به کار شدند و شروع کردند به دوبله فیلم‌های خارجی و هندی برای ایرانیان. به خاطر اینکه اوایل که فیلم و سینما به شکل صامت بود و کم کم شروع شد در ایران هم فیلم های داستانی هم شروع به ساخت شد و اوایلش که به شکل کنونی صدا برداری موجود نبود، وسایل فنی نبود، بیشتر فیلم ها رو دوبله می کردن در یک استدیو، جلو یک میکروفون می نشستن و صحبت می کردن و جای هنرپیشا حرف می زدن، به خصوص فیلم های هندی که طرفدار بسیاری در ایران داشت و فیلم های خارجی می اومد به ایران با دوبله خوبی که انجام شد و واقعا هم دوبله فیلم های خارجی و حتی فیلم های هندی به قدری خوب بود که کشورهای خارجی وقتی صداها رو می شنیدن به جنس صدا، نوع بیان و آکسان گذاری، لول صدا خیلی خوششون می اومد و خیلی از کارگردان های خارجی می گفتن چقدر صداهای این دوبلورها به شخصیت‌های داستان ما نزدیک است، فقط فارسی صحبت می‌کنند. از این جهت دوبله ایران به عنوان یک دوبله موفق و جزو دوبلورهای خوب جهان محسوب میشند. یعنی دوبلورهای ایران بهترین دوبلورهای جهان محسوب میشند به دلیل جنس صدا، نوع تون صدا و بسیاری از مختصاتی که باید یک صدا برای شنوندگان داشته باشه و دلنشین باشه و شنونده احساس کنه اون شخصیتی که داره تو فیلم بازی میکنه صدا و تصویرش یکی هست، مثل فیلم های خارجی، صداهایی که هنرپیشه‌های خارجی دارن منظور هست. دهه 30 و 40 دوبله ایران کمک زیادی به هنرپیشه‌های نوپای سینما که صداهای خوبی نداشتند اما چهره خوب داشتند، بازی نسبتاً خوبی داشتند. این صداها آمد به کمک خیلی از بازیگران قدیمی سینما در دهه 40 و 30 که باعث شد بسیاری از اونها معروف بشن. مثلا محمد علی فردین، گرچه صدای خود فردین هم صدای بدی نبود، صدای خوبی بود، اما معروف شدن فردین و اون صدای خوبی که جای فردین صحبت میکرد، چنگیز جلیلوند جای فردین صحبت میکرد، چون معمولا
چنگیز جلیلوند بیشتر صحبت میکرد، ولی منوچهر اسماعیلی هم گاهی جزو صداهایی بود. وقتی جلیلوند نمیتوانست یا حضور نداشت در ایران، منوچهر اسماعیلی هم گاهی صحبت میکرد. اما صدای فردین با چنگیز جلیلوند بسیار معروف شد. حتی به قول معروف میگفتند یک روح در دو قالب، فردین و جلیلوند. ایرج هم صدای آواز خواندن فردین رو کمک میکرد و صداهایی که در گذشته روش کردند و در دوبله ایران به شکوفایی رسیدند بسیار زیادند و اینجا ما بخشی از صداهای ماندگار رو براتون پخش میکنیم تا شما ببینید کدام یک از هنرمندان صداشون بهتر هست. اما من میگم صدای همه به نوعی خوبه، اما برای شخصیت‌های متفاوت این صدا دلچسب و بسیار خوشاینده. حالا به صداهای این دوستان توجه کنید. نادره سالارپور از دوبلورهای کودکان هست که در برنامه‌های کودک بسیار معروف شد و بیشتر در برنامه‌های کودکان صحبت می‌کرد. جای بچه‌ها گوش کنید. بابا من اینجا. سکوت. دیگه داریم می‌رسیم. خونه‌های روبرو باید شهر باشه. صدای تک کلیسا رو می‌شنوم. بدونه که من فقط برای دادن چیزی نمیرم اونجا، بلکه فقط می‌خوام برم از تعجب خواهش کنم از این جنگل بره، چون همه رو ترسونده و ناراحت کرده. این صدایی که میشنوی صدای روزیتا یا رحمدی است که در بیشتر سریال ها و فیلم ها صحبت میکرد. آقای والفوی، من چیزی دارم که مال شماست. شما این دفترچه رو روزی که به کوچه دیاگون رفتیم توی پاتیل جنیویزلی انداختی. این صدایی که الان میخوام خدمتتون بگم فریبا شاهین مقدم هست که بسیار صدای خوبی داره. در واحد دوبله ایران مدیر دوبلاژ بود، جزو گویندگان خوب با صدای ماندگار که فارغ التحصیل رشته سینما هم فریبا شاهین مقدم هستش. به صدای این هنرمند گوش کنید. سلام، کار کجا اومد؟ لازه میست میترسید و کار بدی نکردی. این تیرانداز جوان شما رو یاد کی میندازه؟ آره دیدمش. منم دوست دارم پیش شما باشم و به تغییر شکل ابر رو نگاه کنم. یکی از صداهای بسیار دلچسب و معروف صدای ناصر طهماس هست که بسیار میتونه تغییر صدا بده و شخصیت‌های مختلفی رو به شکل‌های جذاب و دلچسبی صحبت کنه. به صدای ناصر طهماس گوش کنید. میخوام خوب منو ببینید و صدای منو خوب بشنوید. عالیه. یک، دو، سه. چقامتی، چقدر سرزنده و شاداب. به امیر نظام بیشتر میماند تا نقاش باشه. سلام عمو جان، من با خانم مظفر وعده. اصلا اینجوری حساب کنیم، من دارم با این عمل نسبت به جناب رئیس ادای دین میکنم، شما دیگه چرا؟ استاد قالیچه به خواست خدا تمام شد. عهد کرده بودم اگر زنده موندم و قالیچه تمام شد با خاک پای شما تبرک بشه. یکی از صداهای بسیار مورد قبول اساتید هنر دوبله اصغر افضلی است. اصغر افضلی جزو کسانی است که بیشتر نقش‌های کمدی و ادا و کاراکتر و تیپ سازی رو خیلی مسلط بود. اصغر افضلی در نقش قوچلی، شخصیت قوچلی فیلم‌های صمد خیلی معروف شد. جای رضا بیکمانوردی هم صحبت می‌کرد. در نقش های با اون لباسی که بیکمان وردی می پوشید به نام شخصیت پیتر فالکو اداشو در می آورد و صداش هم اصغر افضلی گویندگی می کرد. من دیرم شده، باید برم به کارم برسم. دیر برم من نخوردم می افتم. گفتی ریچارد؟
فرستادیش بره به جنگ‌های صلیبی. خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوره گردم تو تون فروشم. و بعد فکر کنم یادت باشه خودت این سر رسید پلیسی رو به من دادی، پر از اطلاعات مفیده. احمد رسول‌زاده بیشتر در فیلم‌های مستند صحبت می‌کرد و صداش بیشتر در فیلم‌های مستند شنیده می‌شد، اما در فیلم‌های داستانی هم با شخصیت‌های مختلفی صحبت کرده بود. این صدای احمد رسول‌زاده است، گوش کنید. استاد کمال الملک، شما ایرانی هستید و ایرانی هر کجای گیتی باشه رعیت شاه ایرانه. بهرام زند یکی از مدیران دوبله و شخصیت‌هایی بود که بسیار صدای خوبی داشت و در سریال‌های متفاوتی خصوصا سریال‌های تاریخی مدیر دوبلاژ بود و صدای بسیار زیبایی داشت و در سریال‌های تاریخی که پخش می‌شد و یا تولید می‌شد بهرام زند مدیر دوبله بود و بسیار کارش خوب بود. مینو غزنوی که یکی از گویندگان بسیار خوب است با بهرام زند بیشتر کارهای مشارکتی بسیاری انجام دادند. به صدای این دو نفر که با هم صحبت کردند گوش کنید. صدا تو ببار، نمیشه یه مدت ساکت بمونی؟ آخه ناراحتم. چی؟ وقتی ناراحتم زمزمه میکنم. نکن، تو هم امتحان کن. دلم نمیخواد امتحان کنم. موسیقی تخلیه ی عصبی قدرتمندیه، حتی به یه حیوان وحشی هم. پس برو برای خودت یه حیوان وحشی پیدا کن، ولی برای من زمزمه نکن. چه مرتکی بی احساسی بشه. کافی اگه میخوای پوش بدی زیر لبی نده، تو صورت هم نگاه کن و بلند پوش بده. حسین عرفانی یکی از صداهای ماندگار سینما و تلویزیون بود که در شخصیت‌های مختلف خصوصا فیلم‌های خارجی صحبت می‌کرد و صدای بسیار قوی و خوبی داشت. البته حسین عرفانی در سریال تلخ و شیرین در دوران قبل از انقلاب هم بازیگری می‌کرد، با ثریا قاسمی نقش زن شوهر رو با هم بازی می‌کردند. واقعا که آدم 5 میلیون تو جیبشه همه جا براش خوبه. الو ببخشید، من دیدی دودل هستم، آگهی شما رو خوندم، نوشتید به یک جوان باهوش و فعال و خوشتیپ نیازمندید، من درست همونم که شما میخواین. یکی از صداهای ماندگار منوچهر اسماعیلی است که شخصیت‌های مختلفی رو در تمام فیلم‌ها و سریال‌ها ایفا میکنه و ایفا کرده. صداش گوش کنید. انقدر دیگه ما رو حق والدین نکن از اون بالا، ما یه سر خاک و فاتحه باس بیام که خب اونم میایم. من آقامم، سلطانم، سلطان حسین قلی خان ناصری، حبسم کردم. اینها تصور خودم از شما بود، انطور که اون شما نقل کرد برای نپسر. همیشه به یاد یار و دیار بودم، حال من حال تشنه دیرباب رسیده است. هوشنگ لطیف‌پور یکی از گویندگان و مجریان خوب رادیو در ایران هست و بیشتر صدای هوشنگ لطیف‌پور برنامه‌های مستند یا گویندگی در رادیو بوده، اما در سریال دایجان ناپلئون کسی که راوی داستان دایجان بود صدای هوشنگ لطیف‌پور بود که بسیار صدای قشنگی داره. دایجان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم امارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا. یکی از دوبلورهای خوب خسرو شایگان هست که بیشتر در فیلمهای خارجی و شخصیتهای زمخت و بسیار خشن رو بازی میکرد. آروم باشین، من یه سیاستمدار نیستم، من مدیر برنامه انتخاباتی همه جور آدمایی بودم، از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا شهردار نیویورک. میرسیم به صدای خسرو خسروشاهی که صداش بیشتر عاشقانه هست و در تمام فیلم های عاشقانه جوانهای عاشق رو معمولا صدای خسرو خسروشاهی رو ما میشنویم. دوبلور آلن دلون یکی از هنرمندهای بسیار خوب فرانسه که با صدای خسروشاهی در ایران معروف بود. خدا را شکر هنوز عکسمون رو از سر تاخچه خانه خودمون بر نداشتم. با خودت نمیگی کاش شوهرم به اون مأموریت نمیرفت. بچه ها چه میکنن؟ پسرها باید مرد بار بیان. عزت الله مقبلی یکی از گویندگان بسیار معروف و خوش صدای رادیو ایران که در برنامه های رادیو ایران بسیار بازی خوب بازی میکرد، در تلویزیون هم بازیگری کرد، در سینما هم بازی کرد، یکی از هنرمندان خوب بود که متاسفانه از دنیا خیلی زود رفت، در سن 40 سالگی به دلیل اعدام پسرش اون سکته کرد و از دنیا رفت، ولی دوبلور گوینده رادیو، سینما، تلویزیون بسیار بسیار مسلط بود و مدیر دوبلاژ خوبی هم بود.
از طرف ساکن اتاق شماره 113 پادشاه بی تاج و تخت سلطان نشین گرند هتل. رفعت هاشمپور یکی از صداهای ماندگار هست که در فیلم‌های مختلف و سریال‌های تلویزیونی صحبت می‌کنه. خب گاسپایک، این چه زندگیه که انتخاب کردی؟ خودت میدونی تو همیشه باهوش و جاه طلب بودی. صدای سعید مظفری که شخصیت‌های جوان رو در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی صحبت می‌کنه و صدای بسیار خوبی داره. به صدای سعید مظفری گوش کنید. نتیجه تحقیقات شخصی تا این ساعت نشان می‌دهد که متهم اصلی در این میان نقاش باشی است. تورج مهرزادیان یکی از مدیران دوبله تلویزیون و سینمای ایران هست و بازیگر تئاتر هم بوده و در گذشته در کاخ جوانان بازیگری تئاتر کرده، اما از مدیران دوبله صداهای ماندگار خوب سریال‌های مختلف است، خصوصا در سریال باغ گیلاس. تورج مهرزادیان مدیر دوبلاژ بود و صدای مهران مدیری رو بسیار خوب اجرا کرد و این باعث شد که مهران مدیری به دلیل اینکه صدای مهرزادیان بر اون شخصیت نشسته بود و کمک بزرگی به معروفیت مهران مدیری کرد. من نیومدم با تو دعوا کنم، فقط اومدم افکارم رو بیان کنم. موضوع سر کشف تازمه. میدونی کی مثل آدم ها فکر میمونه؟ فیلا. وقتی شمشیرش همراهش نباشه چطور از خودش دفاع میکنه؟ شاید پسرم دیگه نمیخواد برگرده پیش ما. مراقب باشیم، چه کسانیه؟ هی! چه خبره؟ هی! چه خبره؟ از پاک چشیه؟ این خواهیم بیاییم توی خوردی گرد خواهی کنی؟ تصمیم گرفتین این طور برق بندازین؟ خیلی خوب آشه، بیاین بیاین دیگه. خیلی خوب. خب دوستان عزیز، برنامه در رابطه با صداهای ماندگار بود که براتون اجرا شد و پخش شد. امیدوارم نظرات و پیشنهادات خودتون رو در پایان ویدیو کامنت کنید و لایک کنید. خیلی سپاسگزاریم.